بنا به گزارش‌های منتشر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران یک دانش آموز 11 ساله بوشهری به دلیل فقر شدید خانوادش و ناتوانی آنها در تهیه یک دستگاه گوشی هوشمند یا تبلت برای او جهت شرکت در کلاس‌های درس آنلاین خودکشی کرد. در این گزارش ها آمده است که یک کودک کار 11 ساله اهل شهرستان بردستان استان بوشهر به نام سید محمد موسوی زاده بنا به گفته مادرش به دلیل نداشتن گوشی هوشمند برای حضور یافتن در کلاس های درس مجازی خودکشی کرده است مادر این دانش آموز در مصاحبه با یکی از رسانه های داخل ایران تاکید کرد که به رغم نیاز پسرش به یک گوشی یا تبلت توان مالی خرید آن را نداشتند او گفت که مدرسه هم هیچ گونه کمک مالی به آنها نکرده بود. مادر این دانش آموز همچنین عنوان کرده که همسرش بیمار است و یک فرزند معلول هم در خانه دارد و زندگیشان را به سختی و با کمک اقوام و مردم شهر می گذرانند. این نخستین بار نیست که گزارش خودکشی دانش آموزان رسانه می شود. در فروردین ماه امسال نیز خبر دردناک خودکشی یک دختر بچه دوازده ساله اهل حلیلان ایلام ده مورد خودکشی جوانان و نوجوانان در آذربایجان غربی و همچنین مواردی در استان کرمانشاه به دلیل فقر و نداری و ناتوانی در تهیه لباس عید خبرساز شده بود آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم صرف حمایت از گروه های تروریستی و بی سازی در خاورمیانه میانه می کند. صدای آمریکا.